25 سال بعد از یک جنایت جنگی، کشتار مسلمانان سربرنیتسا به دست ارتش سربهای بوسنی. بعد از جنگ جهانی دوم، این جنایت بزرگترین نسل کشی در اروپا محسوب می شود. با گذشت 25 سال، هنوز پیکر بیش از 1000 مرد و کودک اهل بوسنی پیدا نشده است. در سالهای 1992 تا 1995 میلادی بین بوسنی و هرزگوین و سربستان جنگ مسلحانه در گرفت. سربهای اهل بوسنی کمی قبل از پایان جنگ و از 11 ژوئیه 1995 شهر مسلمان نشین سربرنیتسا را محاصره کردند و در یک هفته حدود 8000 مرد و پسر بچه اهل بوسنی را کشتند. اشغال این شهر در حالی انجام شد که سازمان ملل 2 سال قبل از این کشتار سربرنیتسا را منطقه امن اعلام کرده بود. با ورود سربازان سرب به سربرنیتسا، بیشتر جمعیت مسلمان شهر به پایگاه سازمان ملل متحد پناه بردند. با اینکه در این پایگاه نیروهای هلندی برای حفاظت از صلح و ایجاد امنیت مستقر شده بودند، اما از ورود سربازان سرب جلوگیری نکردند. زنان و دختران به منطقه تحت سلطه دولت بوسنی فرستاده شدند و مردان و پسر بچه های مسلمان از جمعیت پناهندگان جدا شده و به قتل رسیدند. بعدها دادگاه رسیدگی به جنایات جنگی یوگسلاوی سابق، رادوان کاراجیچ، رهبر دوران جنگ سربهای بوسنی، و رادکو ملادیچ، فرمانده ارتش سربها را عاملین اصلی این جنایت اعلام کرد. رادوان کاراجیچ در سال 2016 میلادی به 40 سال حبس محکوم شد. این حکم پارسال به حبس ابد تغییر داده شد. ارتش سرب همچنین نزدیک به 15000 شهروند سربرنیتسا را که تلاش کردند به مناطق جنگلی اطراف فرار کنند کشتند. آنها یا در جا به ضرب گلوله کشته شدند یا دستگیر شده و پس از اعدام در گورهای دست جمعی دفن شدند. همچنان تا امروز بقایای کشته شدگان را میتوان در بیش از 100 گور در اطراف سربرنیتسا پیدا کرد. پیکر این افراد بعد از شناسایی توسط آزمایش DNA خاکسپاری میشوند. هر سال تعدادی از کشته شدگان در مرکز یادبود قربانیان دفن میشوند. این مرکز نزدیک پایگاه سابق سازمان ملل واقع شده است، جایی که بیشتر کشته شدگان قبل از مرگ در آنجا دیده شدند. دادگاه های بین المللی قتل عام بیش از 8000 نفر را یک نسل کشی با هدف نابودی مسلمانان اهل بوسنی اعلام کردند.